موج حمایت و این همبستگی به خصوص در بین ایرانی ها و البته در بین همه انسان های شریف و آزاده شده. از اشرف تا تهران با شما هستیم. هموطنی از آلمان با ما در تماس هستن، سلام میکنیم خدمتشون. خواهش میکنم بفرمایید. الو، با عرض سلام هستن، خسته نباشید. قربان شما خانم بهبودی و آقای کلانی. قربان شما، سلام علیکم. سلام بر شما. سلام و درود فراوان. سلام علیکم. سلام و درود فراوان به شیر زنان و کوهمردان شهر شرف اشرف و با تعظیم به روانهای پاک شهیدان شهر اشرف که وسیله مزدوران جلاد دوری الملکی و به دستور خامنه‌ای جلاد صورت گرفت و به شهادت رسیدن. دوست عزیز، با دیدن این تصاویر در خلاش سینه آزادی پخ شد. خیلی عذر میخوام ازتون اکبر عزیز، خیلی عذر میخوام ازتون، صحبتتون رو قطع میکنم. خواهش میکنم روی خط باشین. هموطنی از تهران با ما در تماس هستن، با توجه به محدودیت ها و مشکلاتی که هموطنانمون در ایران دارن، خواهش میکنم دقیقه به ما وقت بدین که صحبت هموطنمون رو بشنویم. سلام بر شما، هموطنی که از تهران با ما در تماس هستین، خواهش میکنم بفرمایید. سلام، خسته نباشی آقای کرانی. سلام عرض میکنم، خاطر بودیم سلام عرض میکنم، امیدوارم همیشه سرخوش سر زنده باشی. قربان شما. من یه چند کلمه میخواستم فقط صحبت کنم. آمریکا گفته بود که ما ایرانمون تو دیالی آماده باش داریم که اگر یه موقع خواستن حمله دوباره صورت بدن واحد اشرف بشن. من میخوام یه سوال بکنم، چرا منتظرن که اونا حمله کنن بعد اینو وارد عملشن به این مسافت؟ خب همه الان چرا نمیدن؟ اگه واقعا راست میگن، اگه واقعا مسئله خاصی ندارن، همین الان برن نیروهاشون مستقر کنن اونجا، چرا نمیکنن؟ آیا نمیتونن برن؟ اجازه ندارن برن؟ الان قراردادی که آمریکا با تک تک اون بچه ها بسته همینه، یعنی حفاظت از اینها. این قراردادی که باشون بسته میتونه خیلی راحت بره نیروهاشون ببره اونجا محافظت کن از اینها. این همه بچه های ما رو زدن، خدا شاید تمام مردم ایران دارن میگن عاشورا اینجوری نبود، واقعا بی‌سپر بودن، وایسادن دو کتک خوردن، وایسادن شهید دادن، وایسادن سرها شکست، دستها شکست. آره اینا رو ندیدن، منتظرن که بیان دوباره ببندن به رگبار بعد از اینکه زدن قتل هم کردن تموم شد، بعد آمریکا میخواد بره داره دنبال مسببش بگرده و همین الان بره این کار رو بکنه. مردم ما گفتیم، بارها هم گفته شده، مردم ما دیگه میفهمن چی به چیه، مثل سابق نیست که مردم ما نادانسته میخوان کاری بکنن. بعد هم محسودم که صحبتی که کرد همین بود، حرکت خود به خودی نداریم، واقعا هم نداریم. الان شما نگاه کنید از حرکت خود به خودی دیگه وجود نداره، همه رو حساب کتابشون دارن کار میکنن. اینکه آمریکا میاد به این شکل مسکن کنه، من موندم نمیدونم چجوریه. این همه وکلا میگن، نماینده پارلمان ها میگن، تمام دنیا داره میگن، ولی انگار نه انگار. و شما اگه راست میگید این کار رو بکنید، شما اگه میخواید مردم ما واقعا اعتماد کنن به شما، شما این کار رو بکنید. شما به سلب اعتماد میکنن مردم، مردم که به شما اعتماد نمیکنن با این حرکتاتون. شما همیشه شما وایسادید یه بلای سر ما اومده، بعد اومدید تازه میخواید دنبال مسببش بگردید. من نمیخوام شما دنبال مسبب، همین الان برید جلوی این کارا رو بگیرید. الان بچه ما محدودیت هم تو اعتصاب هم تو اون 57 درجه زیر به قول من بالای صفر اونجا تو اون درما، بعد شما منتظرید وقتتون نمیگیرم. با درود به تمام اشرفیان و قربون زخمای بدن تک تک اونها،
و درود به همه شما، درود به برادر مسعود و خواهر مریم، شبتون بخیر. خدا خدا نگهدارتون حسین عزیز، تشکر از تماستون و صحبتاتون. گوش میکنیم به دوست عزیزمون اکبر که با پوزش دوباره صدا صحبتشون رو قطع کردیم. بفرمایید. خواهش مهمی هم خواستم میگم که با دیدن تصاویر دلخراشی از سیما آزادی پخش شد، قلب هر انسان آزادی را به درد آورد و اشک انسان را سرازی میموند. فقط چند کلام میخواستم به موضوع لیورمنکی بگم که اربابی تو که خمینی جلاد بود نتوانست مجاهدین را از بین ببرد، خاک تو در مقابسه با او عددی نیستی. و اگر فیلم های همده مزدوران را بر شب دیده باشی که ادمان دیدهی خواهی فهمید این سازمندگان جامعه کف برای اینکه جلوی مزدوران را بگیرن با دست خالی و بدون سلاح چطوری از همدیگر ثروت میگرفتن که در درجه اول صف باشن، با اینکه میتوان به سادگی حد زد که کمترین چیز برای آنها حداقل شکستی سر و صورت، دست و پا یا اسیری آنها میباشد. این نسل را میگویم نسل فدا که در فرهنگ و جوهره وجود تو معنا و مفهوم لغت را نمیفهمی و این کلمه برایت ناشناست. بله این نسل فدا معلم بزرگی دارد چون مسعود و اینان قسم خوردن که تا از بین بردن این جانان وطن فروش عزیز در ایران دمی از پا نشینند. دیگر بیشتر از این وقت تان نمیگیرم. قربان همگی شما، موفق و معید باشید. مرگ بر خامنه‌ای و حامنه‌اش. زنده باد مجاهدان آزادی سوران تا شهر اشرف. درود بر شما، سپاسگزاریم از تماس شما. سلام میکنیم به هموطنی که از تهران پای خط هستید. بفرمایید. بله متاسفانه تماسشون قطع شده، امیدوارم که مجددا بتونن تماس بگیرن. خب نکات خوبی رو تا همینجا اشاره کردن آقای کلانی به سوالی که شما مطرح کردید. بله برخی هموطنان نظرشون این بود که عنصری که باعث شد در واقع این چنین جلوه پیدا کنه این حماسه و فراتر از حماسه پایداری اشرفیا بود. یکی دیگه از هموطنانمون نظرشون این بود که از اونجایی که دست خالی بودن و مقایسه میکردن با صحنه‌های عاشورا که خب همیشه امام حسین الهام بخش همه مجاهدان و اشرفی‌ها بودند. حالا میریم جلوتر تا ببینیم بقیه هموطنان نظرشون چیه. گوش میکنیم به صحبت‌های هموطن دیگه‌ای که پای خط هستید. خواهش می‌کنم بفرمایید. بله متاسفانه این تماس هم از تهران قطع شد. تماسی داریم از سوئد. خواهش میکنم بفرمایید. سلام بر شما. سلام، با من هستید؟ بله با شما هستم، بفرمایید. سلام عرض کردم خدمت شما خانم بهبودی و آقای کلانی. خیلی خوشحالم که تونستم وصل بشم، خطو خیلی شلوغه. خواهش میکنم، من واقعا شخصا اینقدر این چند روز در این ده روز اخیر دچار احساسات زیادی هستم، پر از غم و غرور، که بیشتر بگم که کفه غرور میچربه خوشبختانه، چون در طول 23 سالی که در سوئد بودم در جواب سوال شما هیچ وقت به اندازه این ده روز من ندیدم در تظاهراتی که داشتیم یا بیرون بودیم که اینقدر با این حمایت و به این گستردگی ما روبرو باشیم. و من به جز این که خب این رو به رهبری سازمان مدیون هستیم، من بازم میتونم از سیمای آزادی تشکر کنم که با اون فرصت کوتاه دو روز فقط تونست جنایاتی که 30 سال خمینی و به هر حال شاگرد مسلکیش مالکی کرده رو به شکل خیلی کوچکی به مردم نشون بدن، چه ایران و چه جهان. و این خونهای بچه ها بود که اینجوری دنیا رو تکون داده. شما باورتون نمیشه که من فقط بگم، یعنی مثال اینقدر زیاده، یعنی اینقدر من خودم مردمی که میان راجع به اشرف صحبت میکنن، آدمایی که اصلا تصور آدم نمیتونه بکنه، از شهروندهای سوئدی من میگن اشرف چجوریه، داستان اشرف چیه، شما به ما بگین چه خبره. مثلا امروز که ما یک همبستگی داشتیم با گروگانای عزیزمون که هر کجا که هستن خدا حفظشون کنه، برای ما میز کتابی که داشتیم، بچه‌ها جدا از میز کتاب وایساده بودن و شعار میدادن و مراسمشون اجرا میکردن، روی میز کتاب ما یه لیست امضا بود که خود مردم همینجوری میرفتن امضا میکردن بدون اینکه اصلا ما بهشون بگیم. و نکته جالبی که هست، ما یک مراسمی داشتیم برای حنیف عزیزمون، حنیف امامی، که شهروندان یعنی دوستان عراقی شرکت کرده بودن توی این مراسم
و به شدت از کار مالکی متنفر بودن و اصلا مالکی رو با لغت‌های عربی که من حالا به هر حال لازم نیست اینجا بگم اونو میگفتن و میگفتن که اصلا این ذاتن جنایتکاره. گفتم خب اگه ذاتن جنایتکاره پس باید بچه خامنه‌ای باشه، چون ذات اینها همینه، آدم کشی و قتل. ولی من یه چیزی اضافه از این وقت استفاده کنم، میخوام به آقای اوباما بگم، آقای اوباما، اون آقای سربازان آمریکایی که توی عراق کشته شدن به اسم دموکراسی رفتن که دموکراسی رو برای عراق بیارن، شما چجوری میخوان به خانواده های اونا جواب بدین که بچه هاشون کشته شدن که عراق رو بدین دست ایران؟ یک چیزی مثل جمهوری اسلامی واقعا که شماها مرزهای دروغگویی رو اصلا در نبردیدید و الان هم که به هیچ نامه‌ای اصلا مثل این که اتفاق نیفتاده.